سلام دوستان، تو این ویدیو میخوام بهتون بگم که چطور میتونید در کمترین زمان ممکن، شاید کمتر از یک هفته، یک عالمه فعل یاد بگیرید از یک زبون غیر انگلیسی. چون انگلیسی که خیلی هم میدونیم، ولی تو شرایطی که هستیم ممکنه که بخواید زبونهای دیگری یاد بگیرید مثل آلمانی، فرانسوی و و غیره. و وقتی که میریم شروع کنیم به درس خوندن، میریم کلن تمام قواعد، تمام تلفظ و همه چی فرق میکنه و مغز آدم فریز میشه. منتها این رایی که میخوام بهتون بگم که فکر میکنم تا حالا شاید کسی بهتون نگفته باشه، حاصل یک تجربه ای که من داشتم و به این چه رسیدم که چه روش خوبیه. فعلا کلا میره تو مغزت و هیچ وقت یادت نمیره. و شاید در درجه اول فکر کنید که نه، مثلا فارسی را پاس بداریم و من نمیتونم اینجوری فارسی فورگت میکنم، اصلا این حرف رو بذارین کنار. گوش کنید به این مکالمه که من الان میخوام داشته، این صحبتی که من میخوام داشته باشم. من چون دارم سوئدی میخونم، اونم یک زبون غیر انگلیسیه، این چیزی که الان میخوام بگم سوئدیه، به این مدت خیلی کوتاه میخوام بگم. من امروز که از خواب واکنا کردم، تصمیم گرفتم که برم ترنا کنم و بعدش که برگشتم دوشا کنم. و وقتی که اومدم کارام رو اسکریوا کردم و که گلوما نکنم، یادم بمونه. همونجا یادم اومد که یه ترفا دارم با یکی از دوستان و خب گلوما کرده بودم. سریع رفتم سر قرار و این دوستم واسه هم یه سری چیزها رو فورکلالا کرد و منو با دوستای دیگهش کوپلا کرد. حرفای خیلی خوبی ازش هورا کردم، شانس خیلی خوبی داشتم وقتی که باش بودم. و بعد از اینکه تموم شد این جلسمون یا سلوتا شد، هم دیگر رو کراما کردیم. این داستان مال قبل از کرونا و من برگشتم خونه. اگه دقت کرده باشید تو همین چیزی که من تعریف کردم چندین فعل اومد و تازه من خیلی چیز دیگه هم میتونستم بگم ولی جلو دوربین از یادم رفت. و ممکنه فکر کنید او مثلا اینجوری که مسخرمون میکنن، گفتم اول ویدیو فارسی فورگت کردم اینا، ولی ما فارسی یادمون نمیره هیچ وقت، مخصوصا کسایی که بیشتر از 20 سال از زندگیشون رو توی ایران زندگی کرده باشن، امکان نداره که فارسی یادشون بره. و این فقط یه تمرینی هست برای اینکه شما فعل‌های اون زبون غیر انگلیسی یادتون بمونه. حالا اگر که یه پارتنر داشته باشین، یه دوست، همسر، پدر مادر، خواهر برادر، اینها میتونن که همراهی بکنن با شما توی این سبک صحبت کردنه. و من وقتی تصمیم گرفتم چی روش رو انجام بدم که دیدم یکی از دوستانمون که اینجا زندگی میکنه سالهای ساله، وقتی میخواد صحبت بکنه با خانومش اینجوری صحبت میکنه و میگفت که اینجوری باعث میشه که من خیلی از لغتها یادم نره و خانومم و منم میدونیم که قرار نیست که ما کلن فارسی یادمون بره، هر موقع بخوایم میتونیم کاملا فارسی حرف بزنیم. ولی این روش فعلها رو از یاد ما نمیبره، خیلی نه تنها فعلها، حرفای مختلف. حالا این چیزایی که من الان گفتم در واقع شکل ساده فعل یا مصدر فعل بود و خب وقتی که شما اینو یاد بگیرید و بعد میتونید به سراغ زمانهای فعلها و مثلا اگر زمان گذشته است شما بخواید یه چیزی رو از گذشته بگین، خب اون گذشته اون فعل رو به کار ببرید و اینجوری آروم آروم هی عد میکنید توی ذهنتون اون شکل‌های مختلف فعل رو. و بعد از این میتونید اسما و چیزهای دیگه دور و بر که اونا رو با تو ذهنتون باشه که من مثلا فارسیشو گفتم که این مکالمه که انجام دادنم، اونم بیارید اضافه بکنید توی دایره لغاتتون و اونها رو هم بگین. این روش خیلی سریع جواب میده به خاطر اینکه شما میتونید مثلا امروز 10 تا فعل رو بخونید، 10 تا فعل پرکاربرد، اونا رو سعی کنید استفاده کنید، بعد فرداش اون 10 تا فعل رو سریع مرور بکنید و باز 10 تا فعل جدید یاد بگیرید، 10 تا فعلی که الان دارید انجام میدید، این کاری که من دارم میکنم، اسکریپت کردم، این تو ذهنم باشه باز فردا تکرار کنم اینا. این هی مرور میشه و آخر هفته میبینید که مثلا شما حداقل 70 تا فعل یاد گرفتین
و این خیلی میتونه اعتماد به نفس توی شما ایجاد بکنه. خیلی هم زمان نمیبره واقعا، در طول روز اگر شما یک روز زمان بذارید این فعلا رو بخونید و سعی کنید که استفاده کنید در طول روز، هیچ زمانی از شما نمیگیره. یه کار دیگه هم که خیلی مهمه و باید انجام داد اونه که زبون موبایلتون رو تغییر بدید به زبونی که میخواید که یادش بگیرید. این خیلی اولش ممکنه براتون آزاردهنده باشه، ولی بعد که میگذره و شما متوجه میشه که چی نوشته خیلی بهتر یادتون میمونه فعلها و کلمه ها و حداقل یه سری چیزهایی که توی اپلیکیشن ها استفاده میشه و بعضی از اونا توی کامپیوتر هم استفاده میشه، مثلا سند کردن چی میشه، ریپلای کردن چی میشه، ایمیل زدن چی میشه، اینا بعدا تو کامپیوتر به درتون میخوره، بعد تو زندگی روزمره به درتون میخوره و میبینید که با یه تغییر زبان یه گوشی کلی همه چیز تغییر میکنه واسهتون. خب فکر کنم دیگه نکته دیگه نمونده باشه و متوجه شدین که من منظورم چی بود از این روش. یادتون نره کامنت بذارین، نظرتون راجع به این سبک ویدیوها بگین و سابسکرایب و لایک فراموش نشه. لایک باعث میشه که این ویدیو بیاد بالا، افراد بیشتری ببیننش، و سابسکرایب باعث میشه که شما همیشه جزء اولین نفرها باشید که ویدیوهای منو میبینید، و اگر زنگوله رو بزنید که واسهتون نوتیفیکیشن میاد یا ایمیل میشه و میتونید سریعتر از بقیه ویدیوهای من رو ببینید. مرسی، متشکرم، خدافظ.